حالا بیاد بیرون. پاسخ نیروی انتظامی به حقوق بشر به خواسته ما اینه. بیر بگیر، بیر بگیر آقای نیروی انتظامی. اگه لاتی این همه مواد مخدر رو تو شهر جمع کن. اگه تونست بیزنیمش کارگرن که خدا شاهد پول نون امرو بایده رو ندارن. اگه لاتی برو مواد مخدر رو توی شهر جمع کن که زیر دو دقیقه میشه مواد مخدر تهیه کنی. زیر دو دقیقه برو با خلج، برو فودون، برو تاشه موشه. یه مش کارگر گشته چند ماه سرگردونن، چند ساله فقط بازیچه یه شخصی شده به نام عطاریان. آقا این که دفتی ساخورستیست، چرا مسئولی خودشنه زدن به کوچه علیچه؟ چرا استاندار هیچ صدا شهر میاد؟ چرا آقای استاندار خیانت کردی به مردم؟ آقای استاندار چرا عطاریان گذاشتی از این شهر بره؟ چرا این بساطو درست کردی؟ اگر این بساطو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این بساطو داریم از بی عرضگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه. بس دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دخترم، بچه تو راه هم، خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین، برم تو اوین، از این زندگی کثافتم بهتره. از اینی که همیشه جلوی زن و بچه‌ام کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه شما. حرف هیچ موقع حرف از یاد آدم نمیره، این باطومه درست میشه. متاسفم برای دولت مردم، متاسفم برای مسئولین شهرم. همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومه تو برای من نگه داشتی. واقعا شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن و بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیا نیرو انتظامی پیشگیری میکردید؟ بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعه. آیا نیرو انتظامی جوان شهر رو کجا بره کار کنه؟ بیا تو شرکت هپکو کجا نیرو میگیره؟ امنیت چجوری میخوای برقرار کنی؟ با زور یا با تدبیر؟ تدبیر تو اینه آقا نیرو انتظامی؟ آقا عطاران یک نفره. اگه لاتیت برید اونو بردارید بیارید، برا ما نمیخواد شاخوشونه بکشید. آقا نیرو انتظامی عطاران یک نفره، اما گردن کلافت مفخوره. با تو بعد برای